الان من اینو کجا قایم کنم؟ نه، اینجا که مثل آب خوردن پیدا میشه. فکر کن زرین. نه دختر، از اینجام که میفته نباید اینقدر دم دست بذارمش. کجا بذارم؟ مرد، پسرم صبح که خوشحال رفتی، این چه سر و وضعیه؟ چیزی شده؟ نپرس بابا عثمان. چی شده؟ تعریف کن ببینم. خیلی خوب تعریف میکنم، ولی مامانم کجاست؟ توی اتاقه. میخوای برو پیشش؟ خدای من، پسرم اومد. خودت کمکم کن. مامان بیا اون یکی اتاق، باید باتون حرف بزنم. تو خوبی؟ آره خوبم پسرم، فقط یکم سرگیجه دارم همین. رنگت پریده؟ خوبم. تو برو، منم میام. الو آسیه، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ بپرس چی نشده. دقیقا وقتی همه چی رو حل کردیم و گفتیم خدا همه آرزوهامونو برآورده کرده، دنیا رو سرم خراب شد. چی شده که دنیات رو سرت خراب شده؟ امروز رفته بودیم مغازه رو بگیریم، کیف پول مرد خالی بود، همه پولاشو دزدیدن. بیچاره نابود شد. منم شوکه شدم، ولی جلوی خودم رو گرفتم که بیشتر ناراحت نشم. خب کی پول مرتو دزدیده؟ نفهمیدین؟ آخه کی باید پول مرتو بدزده؟ بی خیال، خیلی ناراحت شدم. حیف شد به خدا. البته که حیف شد. اصلا پول هیچی. بیچاره سالها زحمت کشیده بود. ما سالها ستم دوریم. تحمل کردیم. میبینی آخرش چی شد؟ خب الان میخوای چی کار کنی؟ یعنی کاری از دست من برمیاد؟ ممنونم، کاری از دستت بر نمیاد. منم کارمو قبول کردم. چقدر خوب کاری کردی. اینطوری دست به دست هم میدین، همه چی رو از نو میسازی. همینطوره؟ مرت هم میفهمه این کارو به خاطر جفتمون کردم، نه؟ البته که میفهمه عزیزم. نفهمه میخواد چی کار کنه؟ خیلی ممنون، الان یکم بهتر شدم. عزیز دلم، قطع میکنم، اما ببین خودتو ناراحت نکن، باشی؟ مرسی آبجی جونم. پولو دزدیدن. چی میگی پسرم؟ همینطوره مامان، همه پولا رفت. همه زحمتات رفت. اون همه سختی کشیدیم، حسرت کشیدیم. وای خدای من وای. آروم باش زرین، یه لحظه صبر کن. این اتفاقیه که افتاده پسرم. تو جوونی، کار میکنی، حلش میکنی، همه چیز حل میشه. اونی که دزدیده خیرشو نمیبینه، خدا اون بالاست. زحمات اون همه سالم دود شد رفت. با آسیه تو مغازه همینطوری خشکمون زده بود. میگفتیم این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، همش خراب شد. مگه میشه پسرم؟ با این چیزا آدم نابود میشه؟ باید وقت افتادن دست همو بگیرید، باید با هم بلند بشید دخترم. آه پسرم، اینا همش تقصیر اون دختره یه نحسه.
همه چی از بین برد. اینو همش یه اشاره است ولی تو نمیفهمی. زرین این چه حرفیه؟ پسرم تعریف کن ببینم چطور شد؟ رفتید پیش پلیس؟ برم پیش پلیس چی بگم بابا عثمان؟ معلوم نیست پولو دزدیدن یا افتاده. باشه پسرم تو خودتو ناراحت نکن، یه راهی پیدا میکنیم. تا روز تموم نشده ببینیم چه اتفاقی میفته. ای خود اونو ببین. آره اون یکی خیلی قشنگه. البته من میرم استراحت کنم. مامان جون منم اینا رو ببرم تو اتاقم. اونا رو میذاشتی سحر میبرد دخترم. نه مامان جون، در ضمن یه سر به بوراکم میزنم، با اون زن تنهاست، نباید تنهاشون گذاشت. باشه تو وایسا سرین وایسا، ببین من باهات چی کار میکنم. باید حد تو بدونی. اول حد تو بهت نشون میدم، بعدشم میدونم. بله آیشه دختر، داری کجا میری اینجوری با خودتم حرف میزنی؟ میرم حد یه عده رو نشونشون بدم. خیر باشه دختر، چی شده؟ چی باید بشه؟ همون که باید میشد شد. خدا رو شکر بخت آسیه باز شد، توی شرکت بزرگ مشغول به کار شد. آره بذار ببینن تا بفهمن دختر آیشه کیه، بذار بفهمن تا دهن همه ی فضولا بسته شه. مبارک باشه همسایه، ولی تو فقط از دست یکی ناعصبی هستی؟ همینطوره، باهوشی دختر. همینجوری، اصلا نباید اسم نحس اونو به زبون بیاری. منم برم حقشو بذارم کف دستش، مادر و پسر از زندگیمون برم بیرون. آیشه دختر کاری به مادرش ندارم، ولی مرد پسر خوبیه، باسیم خوب کنار میاین، کاری بهشون نداشته باش. تو انگار دیوونه شدی دختر، چه کنار اومدنی؟ میگم اون کار تموم شد، تموم، چسبیده به دختر دسته گلم. بیخیال، من با اون مادر مشکل دارم، برم اونو حل کنم. یالا دیگه، یالا برو، وقت منو نگیر، کارو زندگی دارم. یالا به سلامت. بگیر پسرم، بخور یکم به خودت بیا. یالا ببین از قروبیایی که دوست داری هم درست کردم. ممنون مامو، میل ندارم. مرد میخوای چی کار کنی پسرم؟ برنامه ای داری؟ دوستم تو بورسا داره برام دنبال کار میگرده، یه کارخونه جدیده. اگه کار مناسب من باشه مجبورم بازم میرم. آی پسرم تازه از اونجا اومده بودی، آخه چقدر باید حسرت بکشی؟ منم نمیخواستم مامان جون، ولی میدونی که اینجا وضع چیه. یکم استراحت کن پسرم، به خودت بیا، شاید دوست پیدا شد و پولتو پس گرفتی، کی میدونه؟ چه خبرته؟ چرا مثل طلبکارو در میزنی ها؟ به چه مناسبت؟ چه ربطی داری؟ من دیگه هیچ حساب کتابی با تو ندارم. خب پس اینجا چه غلطی میکنی؟ من اینجا اومدم یه خبر خوب بهت بدم. خب دخترم بالاخره از شر اون پسر اسکلتو خلاص میشه. ببین منو آیشه، در مورد پسرم حرف میزنی مراقب باش، وگرنه میگیرم لهت میکنم. پسرتو بگیر خیرشو ببین. دخترم تو هولدینگ شروع به کار کرده، به زودی مرد و محلم نمیده. خب کبوتر با کبوتر، باز با باز. در این خانوم دختر منم واسه خودش صفحه جدید باز کرده. تو به پسرت بگو خیلی دورو بره دختر من نپلکه. یواش، کی دورو بره کی میپلکه؟ کل محله میدونن دختر تو چسبیده به پسر من، یه لحظه هم ولش نمیکنه، اصلا دست از سر پسرم بر نمیداره، نمیذاره نفس بکشه. کی نمیذاره کی نفس بکشه؟ برو پی کارت آیشه. میرم، تو پیام منو به پسرت برسونی کافیه. گم شو. تو اینجا چی کار داری تو پراک؟ داری چی رو قایم میکنی؟
چی شده آیدن؟ اینجا چی کار میکنی؟ هیچی عزیزم، فقط نگران تو شدم. وقتی گفتی خوب نیستی و رفتی خواستم ببینم حالت خوبه یا نه. من خوبم، تو چطوری آیدن؟ چیز مهمی نیست عزیزم، من خوبم. یه پام پیچ خورد، یه خراش کوچیکه. من بهتره برم خونه به پام کرمی چیزی بزنم. رستم بی شرف، هم از پس یه کاری بر نمیای، هم دروغ میگی به هم. مامان شیره وقتی اومده بهش گفته؟ تو اصلا ناراحت نباش، همه ممکنه اشتباه کنن، من واسه این اصلا از تو عصبانی نمیشم. مامان شیر اصلا از بچه شیر عصبانی نشده؟ عصبانی نشده، چون بچه شیر خیلی کوچیک بوده، خیلی عادیه که اشتباه کنه. آبجی فیدان، تو مامان معشو. عزیز دلم، تو مامان داری؟ من که اشتباه کنم مامانم خیلی عصبانی میشه، ولی تو اصلا عصبانی نمیشی، مثل مادر شیر تو داستانی. کاش تو مادرم باشی. عزیزم، آره عزیزم، ما خیلی خوب کنار میاییم، ولی مادرت خیلی دوستت داره، اینو که میدونی. اون فقط این اواخر کاراش خیلی زیاده، واسه همین سری عصبی میشه. نه، اون همیشه اینجوریه، همیشه از دست من عصبانی میشه. بورک جون، به نظرم ما منتظر بمونیم عروسی تموم بشه. من مطمئنم بعدش همه چی درست میشه. باشه، در ضمن من که نمیتونم مامان تو بشم. چرا؟ چون من بهترین دوست تو هم. مگه فراموش کردی؟ فراموش نکردم. خب به قصمون ادامه بدیم، نظرت چیه؟ باشه ادامه بدیم. در ضمن به نظرم وقتی قصه میگم نباید زیاد حرف بزنیم، چون ممکنه فراموش کنیم کجا مونده بودیم. تو یادت کجا بودیم؟ من که یادم رفته عزیزم. من یادمه. میشه به منم بگی؟ مادر شیر و بچه شیر رفته بودن پارک. آفرین، رفته بودن پارک. باشه پس ادامه میدیم. بچه شیره و مادرش دوتایی با هم رفتن پارک. الو، ببینم تو چی کار میکنی؟ چرا دو ساعت زنگ میزنم جواب نمیدی؟ منو گول میزنی احمق؟ مگه نگفتی کار یالچینو تموم کردی؟ یه مشکلی پیش اومد، زدمش ولی مجبور شدم قبل از کشتنش از اونجا برم. من وقت نشونه گرفتم. خیلی بی ارزه. توپراک تو رو دید؟ نه. امیدوارم اینم دروغ نباشه. اگه به توپراک چیزی بگه بیچارت میکنم. منو که میشناسی. آشغال احمق، از پس یه کارم بر نیومد. کودن. لعنت بهش. اگه من نمیدیدمش چی؟ برداشته آوردتش اینجا. یعنی یالچین حرف زده.
نه، حرف نزده. در زم اون تیر خورده، یعنی رستم گفت زدتش، شایدم بیهوش بوده. اگه حرف میزد توپراک دست رو دست نمیذاشت. تا توپراک اونو به حرف نیاورده من باید خودم دست به کار بشم. ازت میخوام یه کاری کنی، فوراً یه ماشین پیدا کن و بیا خونه. اومدی به هم زنگ بزن. انگار سر گردن است، مثل دزده اومده دم خونه من. زنی که بیادم زرین، تو رو خدا وایسا، سرم گیج رفت. آره خوب بلد بودم حقشو بذارم کف دستش، ولی از بس عصبانی بودم قفل کردم. خوبه که قفل کردی، صدا تا اون سر دنیا میومد. کار خوبی کردم، هنوزم کمه. والا اگه تو بدونی من چقدر عصبانیم، میخوام داد بزنم همه محله بفهمن دخترش دست بردار نیست، حتی محله پایینی. پسرم هم گذاشت و رفت، امیدوارم دیوونگی نکنه. من اگه جلوشو نمیگرفتم خدا میدونه چی کار میکرد. الان دیوونه میشه و برمیگرده. چی گفتی؟ میگم رفته هوا خوری، یه دوری بزنه به خودش بیاد. خدایا تو بهم صبر بده، صبر بده. کجایی؟ کدومشه؟ لعنتی، این چیه؟ کجاست؟ کجایی لعنتی؟ کجایی؟ پس کجاست؟ سرایی داری؟ پیداش کردم. خدا لعنتت کنه یالچی، ایشالا خودت بمیری بری جهنم، منم مجبور نکنی تا بکشمت. دارم دیوونه میشم، اگه یالچین دهن باز کنه ازدواج کردن با توبرا که هیچ، میفتم زندان. یالچی به خدا دستم بهت برسه قسم میخورم با دستای خودم میکشمت. این خونه هر کی میره دیگه بر نمیگرده. آی الو مولا جون، چطوری عزیزم؟ اصلا خبری ازت نیست. خوبم عزیزم، میدونی که به عروسی آیدا و توپراک خیلی کم مونده. راست میگی والا، درگیر کارهای خودم شدم، کلن فراموش کردم. چطور پیش؟ خوبه، حتی خیلی خوبه. آمادگی میگیریم دیگه، بچه ها خیلی هیجان زدن. خسته نباشی کریمان جون، بهت زنگ زدم که بگم آخر هفته خیریمون مراسم داره. آره آره میدونم، تو چتاتون دیده بودم، ولی خودت میدونی دیگه این روزا خیلی سرم شلوغه. تو یکم هوای منو داشته باش. باشه باشه، تو نگران نباش، ما حلش میکنیم. ولی یه چیزی ازت میخوام، میگم اسباب بازی قدیمی بوراکو جمع کن، یکی رو بفرست ازت بگیره، گفته بودی کلی چیز داره که اصلا بهشون دست نمیزنه. باش عزیزم، آماده میکنم، یه چکم مینویسم. خیلی ممنونم عزیزم، همیشه سخاوتمند بودی. خب دیگه عزیزم، رئیس خیریه بودن به یه سبد اسباب بازی که نمیشه مگه نه؟ باش عزیزم، میبینمت. آی Thank you.
فیدان. بفرمایید کریمان خانم. تو انبار یه سری از اسباب بازی های براک هست، اصلا باهاشون بازی نمیکنه، یکم دیگه میاد دنبالشون. اونا رو بسته بندی کن، بده ببره. بیا بهت نشون بدم. مرت؟ چیزی شده عشقم؟ تعجب کردم تو رو اینجا دیدم. منم مادرتو دم در خونمون دیدم تعجب کردم. مامانم اونجا بود؟ آره، اومد خبرهای خوش برسونه. چه خبری؟ کارو شروع کردی، مبارک باشه مرت. آخرین نفر من میشنوم. مرت من میخواستم بهت بگم، منتظر موندم یکم آروم بشی. همینطور که میبینی نمیتونم آروم باشم آسیه، اصلا این توقع ازت نداشتم. من نیت بدی نداشتم. کار کردن تو هولدینگ چیه؟ آسیه ببینم، ما علیه هم کار میکنیم؟ به هم دروغ میگیم آسیه؟ این چه حرفیه مرت؟ مگه همین کار رو نکردیم؟ خواهش میکنم اینطوری حرف نزن، من میخواستم بهت بگم. مامانت زودتر خبر رو داد. از دست تو مامان. عشقم باور کن، خواهش میکنم منو ببخش، حق داری. میدونم اول باید به تو میگفتم، باید میگفتم، منو ببخش. باشه بی خیال، همینطوریش هم اعصاب ندارم، تحمل گریه‌تو ندارم. باشه. خیلی عصبانی شدی؟ آره، چون آسیه‌ای که دوستش دارم به من دروغ نمیگه، علیه عشقش یواشکی کاری نمیکنه. حق داری، منو ببخش عشق. باشه، یالا اشکاتو پاک کن. میدونم نیت بدی نداشتی، مامانت به اندازه کافی ناراحتت میکنه، من نمیخوام ناراحتت کنم. مرت، خیلی دوستت دارم، حق داری، باید بهت میگفتم. باشه این موضوع رو تمومش میکنیم، الان مامانت بیاد دخل دوتامونو میاره. اعصاب معصاب که نداره. من دیگه برم. مرت، منو بخشیدی؟ خیلی دوست دارم آسیه. تبه این نیومده پایین. آقا توبرک، بیشتر از این منتظر نمونیم، باید ببریمش بیمارستان. خدای نکرده اگه چیزیش بشه چی؟ خوبه، سری جمعشون کردی؟ همش تموم شد؟ تموم شد کریمان خانم. الان برو پیش براک. الو آقا سچکین، الان اصلا وقت ندارم، من بعدن بهتون زنگ میزنم. صداتون نمیاد، ببخشید. چی گفتین؟ آقا سچکین، الان اصلا وقت ندارم، بعدن زنگ میزنم بهتون. باشه.
چیه؟ دم در ازم استقبال میکنی؟ تو چی کار کردی مامان؟ چی کار کنم؟ رفتم حد اون زرینو بهش نشون دادم. آفرین بهت. باید همین کارو میکردم، مثل خروس همش میخون. رفتم حسابشو گذاشتم کف دستش. اصلا دستوردار نیستی نه؟ ببین منو دختر، نکنه بهت گفتم آفرین میخوای رو سرم سوار شی؟ دخترم من هر کاری میکنم واسه خوبی تو میکنم. جایی تشکریتون حرف بارم میکنی؟ تو هم حدتو بدون. آه بس دیگه، برو داخل. نمیرم، باید برم خرید به خاطر کار. باشه، هرچی میخری برو بخر، بعدش برگرد خونه. بی خودی واسه خودت این ور اون ور نگرد، خوب نیست. آقا دیر یا زود مغازه رو میدی، کشش نده. برو پی کارت موزو، اعصابم رو خورد نکن. تو من زنتم، این مغازه مال تو نمیشه. همین طوریشم یه پاد لب گوره، حواست باشه اون یکی پاتم نره تو گور. آدم پیر و ضعیفی مثل تو دیگه معلوم نیست چه بلایی سرت میاد. ببینم تو منو تهدید میکنی؟ یالا گورتو گم کن، یه الفت چه اومده منو تهدید میکنه. خیر باشه اوسته یشه، مشکلی پیش اومده؟ یالا سلام صبح بخیرت کو آقا مرد، زشته من و تو بچه یه محلی ما. کشش نده موزو، یالا بزن به چاک. هر از گاهی میزنه به سرش. از شما چی میخواد؟ اوستا ببین اگه مشکلی هست بگو حل کنیم. تو برای من همیشه پدری کردی، یادم نمیره. نمیتونم حقتو جبران کنم، بهم بگو قضیه چیه. ایوال پسرم، اگه مشکلی باشه بهت میگم، نگران نباش. یالا بیا یه چایی بخوریم. یالا خب چه خبر پسرم؟ کی برگشتی؟ تازه اومدم اوستا، ولی شاید بازم برم. چرا برگشتی؟ چرا میری پسرم؟ خب دیگه اوستا، کارخونه تعطیل شد، بچه ها دنبال کار جدیدن. خب پس ایشالله هرچی خیر باشه. آبجی شنل؟ آه عزیزم، یه هایی گفتم بیایی ولی امیدوارم کاری نداشته باشی. آی نه بابا، کاری نداشتم. فرض کن کار داشته باشم نمیام؟ اونم که آسیه صدام کرده باشه. البته که میام. چیه صورتت میخنده دختر؟ نکنه خبر خوبیه؟ آی آسیه منو ببین، نکنه پولا رو پیدا کردی؟ کاش اینطور بود آبجی. پس چی شده؟ مامانم. آی باز خاله عایشه چی کار کرده؟ مامانم پا شده رفته خونه یه خاله زرینی، اینا گفته من کارو قبول کردم. بعدش چی شد؟ میدونی که آبجی شنل، مرت از این مخفی کاری ها خوشش نمیاد. یعنی ما تو رابطه قشنگی که داریم، آخه ما هیچ وقت به هم دروغ نگفتیم، هیچ وقت چیزی رو از هم مخفی نکردیم. واسه همین قبل این که از من بشنوه از مامانم شنیده. آی خیلی بد شد والا، حتما یکم زیادی عصبانی شد مگه نه؟ عصبانی شد، میدونی بیشتر ناامید شد، ولی بعدش منو بخشی. حتما معصومانه نگاه کردی و اینجوری با ناز گفتی مرت منو ببخش عشقم، اون بیچارم نتونست طاقت بیاره. فعلا یه جور انگار همه چی آرومه، ولی بازم میترسم. مامانم و خاله زرین اصلا دست بردار نیستن، همیشه با هم دعوا میکنن. اصلا نگران نباش، عشق شما خیلی قوی تر از این حرف هاست. ولی بازم چی میشد کمکمون میکردن؟
دستمونو میگرفتن، کنارمون وای میستادن. میدونی تو اینطور شرایط سخت خیلی بهشون نیاز داریم، به محبت و کمکشون. شما یه راه خیلی سخت رو انتخاب کردین، ولی آخر این همه تاریکی ها روشنیه. باور کن بالاخره جفتشون میفهمن عشق مرت و آسیه چقدر بزرگه. اینطوری میگی؟ بازم من میترسم آبجی شنل، انگار هر باری که به آرزوهامون نزدیک میشیم یه امتحان جدید میاد جلومون، یه مانع. خوشحالی که نباید اینقدر سخت باشه، اونه وقتی که با اینقدر همو دوست داریم. زندگیمونو بسازیم، این امتحانا تموم بشه، من دیگه خیلی خسته شدم. میگذره عزیزم، همه چی حل میشه، به همه آرزوهاتون میرسین، باور داشته باش همش میگذره. اون موقع ما برای قهوه خوردن میاییم خونتون. باشه؟ بریم. آقا توپرک، من میخواستم بیام پیش شما ولی گوشیم اینجا جا مونده، مجبور شدم برگردم. راستش حالش خوب نیست، تبش اصلا نیومده پایین. من میگم ببریمش بیمارستان. اینطوری که نمیشه، اگه حالش بدتر بشه چی؟ نه هیچ جا نمیبریمش، خوب میشه. من باید حرفای اون آدمو بشنوم. باید چیزایی که از من مخفی میکنن رو بفهمم. نمیتونم تا همه چی رو نفهمم آروم بگیرم. لطفاً منو درک کن. باشی. هر طور شما بخواید. ممنون. داروهایی که دکتر گفت باید اینجا باشه. من موقعی که اسباب بازی رو جمع می کردم اونجا دیدم. خودشه. امیدوارم کارساز باشه. دخترم آسیه، خوش اومدی. خوش اومدی عشقم. ممنونم. بیا تو. فوراً اومدی پیش اوستا یاشار. از روزی که اومده همش هی میگه میخوام برم پیش اوستام، ولی خب یه سری من نذاشتم بیاد اوستا، گفتم اول باید من زیاد ببینمت. پسرم مرد سلامت باشه، پیش خودم بزرگ شده، از قلب اون خبر دارم. با اجازه ما بریم اوستا. خب اجازه دست شما هست، ولی حالا که اینجایی زود به زود منتظرتم که بیای تخت بازی کنی. این چه حرفیه اوستا، فردا میام یه دست بازی میکنی.
خب دیگه، یالا برید به کارتون برسید. میبینم دوستان. اوستا از چه رفتنی حرف میزد مرد؟ آسیا هنوز هیچی مشخص نیست. دوستم از بورسا زنگ زد، میگه تو کارخونه واسه تو هم کار پیدا کردیم. چی بگم آسیا؟ گفتم باشه. یعنی بازم میخوای بری؟ خواهش میکنم فوراً اخ نکن خوشگلم. بذار اول خبر بیاد، با هم تصمیم میگیریم چی کار کنم. یعنی چی کار کنیم؟ شاید این بار با هم بریم. اسم این دختری چی بود؟ آسیا صداش. آسیه. آره. اگه این دارو هم اثر نکنه؟ اثر میکنه. نمیتونم این آدمو ول کنم. حتما یه چیزایی میدونه. امیدوارم به هوش بیاد. مشخصه که واسه شما خیلی مهمه. آره خیلی. این لعنتی کجاست؟ کجا غیبش زده؟ آقا توبرک کجا فرار کرده؟ ما رو گول زده بود. تمام این مدت داشت نقش بازی میکرد. منتظر یه فرصت مناسب بود. همین که پیدا کرد فرار کرد. فهمیدم کجا رفت. صبر کن. تو کجا میای؟ منم با شما میام. نمیخواد. تو خونه بمون. ولی من این درد سر براتون درست کردم. اون آدم خطرناکیه. ما نمیدونیم چه اتفاقایی ممکنه بیفته. تو خونه بمون. نمیتونم بذارم جونت تو خطر بیفته. به خاطر همین میخوام با شما بیام. مثل اینکه نشنیدی چی گفتم. بهتر عجله کنین آقا توبرک. تا دور نشده باید بگیریمش. لعنتی ماشین از کجا پیدا کرد؟ چه جوری؟ شاید تنها نباشه و هم دست داشته باشه. چطور ممکنه؟ چطور گذاشتم از دستم فرار کنه؟ اون روز، همون روزی که تیر خورد، شاید یکی از دوستاش باهاش بوده و بدون اینکه بفهمیم ما رو تعقیب کرده. مشخصه که تنهایی نمیتونسته فرار کنه. هنوزم نتونستم بفهمم چطور با ماشین اومده تو خونه. یعنی کی بهش کمک میکنه؟ تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه. وقتی گرفتمش جواب تک تک این سوالا رو ازش میگیرم.
اولش که قایم شده بودی، نباید تا آخر فیلم قایم بشی؟ بهت گفته بودم که نباید با من بازی کنی. فکر کردی من از اون آدماییم که با 4 تا تهدید پاپس میکشم؟ اما ببین حالا تو چه وضعی هستی. دلم برات میسوزه. معذرت میخوام یانچی، خودت اینو خواستی. انقدر دیوونه نیستی که بخوای منو بکشی. ممکن بود همه چی یه جور دیگه باشه. ممکن بود همه چیز تغییر کنه. مثلا ممکن بود تو الان مرده باشی. آره. اما میبینی که اینجوری نیست. خودم باید مشکلمو حل کنم. کجا باید برم؟ فعلا حرف نزن، فقط برو.